سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال هفتگیمون با هم میپردازیم به اعترافات ضمیر ناخودآگاه او در مقابل شما. دوستان عزیز، این فال انرژی چند روز قبل و چند روز بعد رو میگه. تفاوتش با فالای روز گذشته ازش چه خبری این هستش که شما هم در اون نقش داریم. در ارتباط با شما دوست عزیزی که نگاه میکنین، یین و اون شخص یانگ. خب دوستان عزیز، توجه کنین یانگ چه زمانی فال میگیره، فال نگاه میکنه، زمانی که میخواد ببینه منفعتش چه چیز میشه، پروژهش چی میشه، فلان چی میشه، این چی میشه، اون چی میشه. این اواخر با یانگای خانم خیلی در ارتباط بودم و من نمیدونم، واقعا یک مسئله خیلی عجیبی برای من وجود داره. مثل میمونه که یک سری از این یانگای خانم با خودشون عهد بستن که ببینن که دولت چند تا شناسنامه میتونه بهشون بده که مهر ازدواج توش خورده بشه، دیگه جا نداره دیگه اون ورقه، یا اینکه چند بار یک خانم میتونه برای افراد متعدد فرزند آوری کنه. به خودتون بیاین دوستان عزیز، به خودتون بیاین، بذارین تمیز از یک رابطه برین. خب دیگران اینجا نیومدن که وسیله باشند برای به هدف رسیدن شما. خلاهای زندگیتون رو خودتون پر کنین دوستان. این حرف من کلا حرف جدی دارم میزنم، یعنی شوخی هم نمی کنم، مسخره هم نمی کنم. از نظر انسانیت شما در قبال بچه هاتون مسئول هستین، در قبال شخصی که باهاش در ارتباط هستین مسئول هستین، در ارتباط اون رابطه‌ای که دارین ازش خارج میشین مسئول هستین. پس برابری نمیتونم همینجوری ازش بگذرم و اینکه چشممو ببندم. تعدادتون زیاد هستش متاسفانه و ازتون خواهش میکنم به خودتون بیاین. شما در یک خانه کثیف نمیتونین کسی رو وارد کنین، اون خونه رو باید تمیز کنین. اون خونه شما خودتون هستین. وظیفه شما به عنوان مادر، دوست یانگ خانمی که داری نگاه میکنی، این هستش که اول بچت، دوم بچت، سوم بچت. خب نه اینکه هر جا یک اثر هنری از خودم باقی بذارم، چهار تا بچه این ور، چهار تا بچه اون ور، چهار تا بچه اون ور، همینجور واسه خودم پخش کنم و اینکه شناسنامه هم جای مهر نداشته باشه، برم یه شناسنامه دیگه تقاضا کنم. خواهش میکنم ازتون، ما انسان ها در نیستیم که باز کنیم و ببندیمون. ما انسان ها حس داریم، احساس داریم، خب، و کرامت داریم. پس برای کرامت انسانی خودتون و برای کرامت انسانی دیگران ارزش قائل باشم. خب قرم تموم شد. بریم ببینیم چه خبر هست در فال شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان عزیز. ببینیم، من یک انرژی در ارتباط با شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین، یین مقدس و اینکه ببینیم که یانگ هم در ارتباط اون رو به رو چگونه هستش. خب اگه فکر میکنین یانگ هستین، پس یانگ خودتون رو این ور نگاه کنین. خب دوستان، شما براتون یین، برای یین عدد 6 افتاده. شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین، 6، من مسئولیت پذیر هستم، چه به به، و من موقعیت های مختلف رو نگاه میکنم و بیشتر میخوام برم به سمت یک شراکت و اینکه تعهدات جدید رو میپذیرم. و تعهدی که میتونین الان به خودتون بدین که خلاها، اون سوراخ سنبه های عاطفی خودتون رو لطفا چوب پنبه بزنین. چوب پنبه یعنی که چی؟ روش کار میکنم و بعد میام روش بتون کاری میکنم، بعد میام روش رنگ میکشم، سنباده و رنگ میکشم. و اینجا دارم میبینم که از این که از زیر مسئولیت خودم فرار کنم میپرهیزم. خب و این که به سمت ملاقات های جدید میرم و به استعدادهای خودم هم باور دارم. خب برای یانگ، برای شخص مورد نظر شما دوستان، میگه که عدد 8 افتاده، مشکل داره که موقعیت خودش رو مشخص کنه. این همیشه بنده خدا موقعیت نداره تا بی انتها. توجه کنین جی پی اس دنیوی رو هم تحت شعاع قرار داده و اینکه دارم میبینم که مشکل داره که جایگاه خودش رو مشخص کنه و اینکه احساس میکنه که قربانی هستش. مشکل داره اینکه بگه ایست، یک بی‌عدالتی رو حس میکنه و با تمام قدرتش میخواد
عدالتی رو برای خودش به وجود بیاره. دقیقا حالا حکایت همین دوستان که چرز کرد، من با یانگ دوست نیستم که بهتون گفتم، و احساس میکنه که خشونتی بهش وارد شده و باید آینه‌وار پاسخ بده. خب این دیگه مشکل خودش هستش، خشونت اوکی مشکل خودش هستش. خب دوستان بریم ببینیم چه خبره. من بی نهایت منتظر این هستم که ببینیم که چه خبر هستش. واقعیت میگم تنها من در یانگ های، البته خب شاید در دنیا همه چیز وجود داره، در یانگ های شرقی دیدم که هم همسر دارن، خب هم نامزد دارن و هم دوست پسر دارن. خب ستا رو با هم دیگه دارن. خب بریم ببینیم که دوستان عزیز چه خبر هست در ارتباط با شخص مورد نظر شما و شما. اول شما خودتون دوستان عزیز. خب بریم ببینیم. خدایا دست از من شفا از تو. ببینیم که اولین کارتی که برای شما دوست عزیز میفته چه چیزی هستش. واو بسیار زیبا. شروع میکنم روی خودم کار کنم. میگفت اینجا من مسئولیت پذیر هستم و اینکه تعهدات جدیدی رو آغاز میکنم. پروژه جدید براتون افتاده دوستان دارم. میبینم یه سری نور یه مرتبه میاد بهتون انرژی داره میده. پس روزهایی که داره میاد انرژی خواهید داشت. باید خوشحالی خوشبختی اینجا براتون افتاده. به به دنیای والدیسنی. چه به به. من چقدر از کارتای خوب خوشم میاد. اوکی. ببین این در حالی هستش که شاید در گذشته نزدیک شما در یک تفکری بودین. تفکر بودم، در یک بستگی احساسی بودم. الان یک مسئله داره شروع میشه که شور و شعف داره توی زندگی من وارد میکنه. براش هم خیلی صبوری کردین دوستان. و اینکه میدونین مسئله که داره وارد زندگیتون میشه مثل یک پروژه هستش که در ابتدا هستین و زمان خواهد برد. کهیر نزنین لطفاً. زمان خواهد برد. بریم ببینیم که شخص مورد نظر شما. بازم به تو میگم اگر شما فکر میکنین یانگ هستین خودتون در این موقعیت ببینین. خب شخص مورد نظر شما دوستان مثل که خیلی سر شلوغ هستش و الان در حال حاضر ببینین به خاطر کارهایی که داره، انتخاباتی رو که باید انجام بده، یه مقدار مستعجل هستش و یه مقدار که چه عرض کنم خیلی درگیر هستش. احساس میکنه که نمیدونه چه کار کنه، چه تصمیمی رو بگیرم، چه کار کنم که تعادل وارد زندگیم بشم، و از نظر ذهنی احساس میکنه که راه حلی فعلا نداره دوستان. دقیقا مثل گربه که سیبیلش رو بچینن تعادلش رو از دست میده. این هم نمیدونم حالا چی شده سیبیلش رو چیدن. خب بریم ببینیم کارت بعدی رو. کارت بعدی حالا منتظره بزک نویر بهار میاد. یه مرتبه همه چیز با هم یک جا میاد. منتظره و این انتظار دوستان دارم میبینم که براش سنگین هست، خستش کرده. بازم کارت انتظار، بازم منتظرم، بازم این دست حضرت ایوب که چه عرض کنم تمام جد آباد حضرت ایوب رو گفته در نیاین که من اومدم. به هر حال این گونه هستش دیگه. چه کار میشه کرد؟ روی خودمون کار کنیم، از خودمون به قول معروف. این دیگه سایید روح شما رو شفاف کرد، حداقل استفاده کنین برای خودتون کاری کنین دوستان. خب بریم ببینیم کارت های بعدی رو. کارت های بعدی از چه کارت های استفاده کنن؟ تو این فلیما استفاده میکنن مثل همیشه. ببینیم تو این فلیما بهتون چی میگن دوستان. اوکی اوکی. اوه یه چیز سنگینی از زندگیتون داره خارج میشه عزیزان و پشتش خورشید براتون اومده. میرین به سمت خورشید، میرین به سمت نور. به به یک کف محکم. خیلی خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم از این مسئله. و واقعا وقتی من کارتای خوب به این زیبایی رو میبینم، ببینین یه چیز رو، یه چیز سنگین تمام میشه، رها میکنم، پشت پا میذارم، میرم به سمت نور.
و این کارت کلن کارتی هستش که خودم رو رها میکنم. خب خودم رو رها میکنم، چون ببینید مسئله، روی مسئله شما زور بزنین دیگه فایده ای نداره، مسئله که حال شما رو خراب کرده بوده. اینجا کاملا دارم میرم رها میکنم. ببینید از یک مشکلات دارم در میام، از یک سنگینی دارم در میام، خودم به سمت نور دارم میرم. و این پشت به چه سمتی میریم؟ به سمت بیشتر اینجا دارم میرم منطقی تر داریم فکر میکنیم دوستان. اوکی، شخص مورد نظر شما اولا که آدمی هستش که من احساس میکنم خوابهای زیادی رو میبینه در ارتباط با شما، و اینکه این شخص به مقدار متزلزل هستش مخصوصا در ارتباط با مسائل احساسیش در ارتباط با شما دوستان، و آدمی هستش که خیلی مضطرب و متزلزل، و اینجا دارم میبینم که داره فکر میکنه. خوابهاش باعث شدن که دوستان این شخص یه مقداری به تفکر بره دیگه، کم کم انیشتین هم براتون میشه. اینجا کار این پشت کارت گرایش افتاده. ببینین دوستان عزیز گرایش افتاده. خب واقعا من نمیدونم این روزا چرا قد فصل بهاره برای یک سریا. اوکی، پس دارم میبینم که تفکرش نسبت به شما، ترس هاش، از خودش سوال پرسیدن ها، و احساس میکنه که یک کانکشن عمیق با شما داره، ولی خب حالا ببینیم چه پیش خواهد آمد. خب کارت های بعدی رو با هم دیگه ببینیم دوستان. اپ اپ اپ، چند تا کارت رو براتون افتاد؟ 3 تا 4 تا کارت. واو، یک امتحانی داره تمام میشه توی زندگی شما با معجزه دوستان، و سرنوشت شما رو داره به سمت فراوانی داره میفرسته. بسیار زیبا و عالی دوستان، بسیار قشنگ. خب ببینیم کارت بعدی برای یه شخص مورد نظرتون، و بعد من یک حرفی با دوستان دارم بعد از این بزنم. چرخ اقبال به سمتتون داره میاد دوستان. اون شخص اگر فرزند داره، در ارتباط با فرزندانش نگرانی هایی رو داره، و به طور کلی دارم میبینم که از دلش میخواد یک زندگی سبکبال داشته باشه، شادی در زندگیش باشه، و احساس گناه های زیادی رو داره و دلش میخواد از این حالت ها در بیاد دوستان. به آرامش رسیدن مد نظرش هستش. چه عجب دیگه، کم کم داره کم کم تبدیل به سنگ و بودا میشه این شخص. خب من یه حرفی دارم برای دوستانی که در مشکلات احساسی هستین، یه سریاتون در اومدین، ازش عادت کردین، روی خودتون کار کردین. من ازتون خواهش میکنم که چه مشکلات احساسی داشته باشین و چه مشکلات دیگه‌ای داشته باشین و چه نداشته باشین عزیزان دل، جزی از بهداشت زندگی شما و روحی شما این هستش که مدیتیشن رو جزی از زندگیتون کنین، و هر روز حداقل دوستان 7 دقیقه برای خودتون وقت مدیتیشن رو بذارین. اول تنفس کردن رو یاد بگیرین، و شما میبینین که به مرور زمان که میگذره و اینکه شما مدیتیشن رو جزی از زندگیتون میکنین، معمولا بعد از 21 روز مدیتیشن جزی از عادات شما خواهد شد، باعث میشه که وقتی که مشکلی در زندگیتون به وجود بیاد، این دریای متلاطم نباشه که خودش رو روی صخره بشکونه. اوکی؟ آرامش وارد زندگیتون بشه. ازتون خواهش میکنم. من میبینم توی کامنت ها دیگه حالم بده، وای اون وای وای وای. خب وای 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 بی بی سکینه ویلا بزن به سینه، تموم، بس. مدیتیشن رو جزء از زندگیت کن عزیز دل که داری نگاه میکنی. به خودت یک امتحان شخصی هست مشکلات، خودت باید به این نتیجه برسی که من با آرام کردن ذهنم میتونم ارتعاشات خودم رو بالا ببرم، حال خودم رو خوب کنم. اوکی؟ حالا بریم ببینیم کارت های بعد بهتون چه چیزی رو میگم. والا به خدا یه سریا هستیم که کافیه سر دیگ به ته دیگ بخوره حالتون بد بشه. اینجا دارم میبینم برگشت عدالت الهی در زندگیتون و شانس و موقعیت بسیار خوب. من خیلی انرژیاتون دارم بالا میبینم در مورد مسئله که یا باعث یأس و نگرانی شما شده بوده دوستان عزیز. من اینجا برای شما حاجت روایی دارم میبینم. زندگی شما دوستان نورانی هست اینجا. این برای من یک کارت الهی هستش که افتاده در این دست کارت ها.
اوکی. و خیلی هم دیدیم که کم میفته، یکی کائنات کم میفته، یکی این کم میفته و یکی کارت سرنوشت، یعنی این کارت ها کم، تقدیر کم میفته. باز هم دارم بهتون میگم فصل بهاره برای این شخص. ببین دوست داره که به شما گرایشش زیاد هست، بهتون فکر میکنه. این مسائل همه دارم میبینم که مستعصلش کرده، ولی میگه که خب شاید یک مسئله زودگذر باشه و بره. ولی با همه این احوال ببین چشم سومش هم دیگه چانتر ریخت این دفعه توش، دیگه حسابی باز شد. این باید یه 10 لیتر چانته بریزه، 10 لیتر هم کمه، یه تونی چانته بریزه در چشم سومش و چشم سومش رو باز کنه. دوستان احساس میکنه اخبار و پیام هایی که داره بهش الهام میشه در از طریق خوابهاش بیشتر، دوستان پیام های شیطانی هم ممکن هست باشن. میگه نه این شیطون گولم، شیطون رفت تو جلد قلقلکم داد. خب ببینیم کارت های بعد با هم دیگه، کارت های از چه دسته کارت های استفاده کنم دیگه برای شما؟ از این دسته کارت، از اوشو زن تاروت استفاده کنم. من هر روز دنبال دسته کارت هم میگردم با اینکه دور و برم هستن. خب بریم ببینیم کارت های بعدی بهتون چی میگن. خب یکی این و یکی این. شما که دارم میبینم که تجربه دارین در مورد زندگی و اینکه تجربه باعث شده که روی خودتون کار کنین، تجربه باعث شده که به خودتون برسین و تجربه باعث شده که اعتماد کنین به زندگی. و ببینیم چقدر کارت ها نورانی و زیبا هستن اینجا. و این هستش که تو خودت، شما خودتون میدونید که خدای خودتون هستن تا حدی. دوستان زندگی شما، حس شما، شما خدا یعنی مالک، صاحب زندگی شما، حس و احساس شما دست شما هستش. نباید بذاریم حس و احساس ما، خودمون اینجا نشستیم حس و احساسمون خونه دیگران داره ولگردی میکنه. جمعش کنیم، جمع کنیم این چیزا رو دوستان، مالک باشیم، صاحب باشیم حس و احساسمونو در راستای تربیتش میکنیم. مثل هر چیزی که تربیت میشه، حس و احساس ما هم نباید بی تربیت باشه دوستان. خب بریم ببینیم که کارت بعدی. یه سری ها هستین همینجور رهاست، اصلا واسه خودش یه بچه ولگرد کامل هستش. اون شخص هم میبینم داره می جنگه با خودش، با این گرایشه که در درونش داره نسبت به شما. و دارم میبینم که اینجا یه کارتی هستش که اینجا حرف از بیگناهی داره میزنه. خب من فکر میکنم اون هم داره کم کم قدم برمیداره در راستای بهبود حال درونش. عزیزان دل، حال درونش، این چانته که چرز کنم این باید یه مش جاولم برداره و جوهر نمک رو بیفته تو جون درون خودش. خب بریم ببینیم که از کارتای بعد در براتون استفاده میکنم. کارت های لاین آف لاف استفاده میکنم. دوستان عزیزی که از من میپرسید فلان کارت چه کارتی هستش، یک سری از کارت ها هستن که در بازار هستن تهیه میشن، یک سری از کارت ها مثل این دسته کارت مثلا من از اون آفرینندهش، خالقش میخرم مستقیم، که آنچنان بازار بین المللی ندارم و تک و توکی برای تک و توکی میفروشن. متاسفانه یه سریاشو مثلا من که اسم اینو میدونم میگم لاین آف لاف، خب اسم بقیه رو من نمیدونم به خاطر اینکه مثلا دو دست تاروت های جدیدی که گرفتم نمیدونم اسمشون چه چیزی هست. یا مثلا این کارت، این خانمی که به خاطر اینکه من کانال رو راه بندازم و اصرار میکرد که خودشون خالق این کارت ها هستن و خودشون اصرار میکردن که من این کانال رو راه بندازم، اینا رو به من هدیه دادن و من اسمشون رو گذاشتم یین و یانگ. خب یا قطب مؤنث و مذکر. حالا بریم ببینیم کارت های بعدی رو. شما واقعا خودتون رو رها کردین، به سمت بهتر میرین، یک دوره جدیدی داره پیش روتون باز میشه، پر از برکت و نعمت هست دوستان و رحمت، مخصوصا رحمت، آرامش. و اینجا هم دارم میبینم که حرف از کار میزنه. خودتون در مورد مسائلی که شاید دست و پاگیر بودن براتون رها کردیم و اینجا دارم میبینم که برکت داره وارد زندگیتون میشه. من فکر میکنم که سر خودتون رو خیلی گرم کردیم با مسائل خوب دوستان، زندگی پوری برای خودتون درست کردیم. وقتی که شما این بهداشت رو، حتما وسواس نباید یه اسکاچ بردارین و یه مشراول رو بیافتین تو در و پیکر خونتون، تو در و پیکر درونتون بیافتین، ترتمیزش کنین، نشخاری های ذهنیتون رو کنار بذاریم به هر صورتی که هست. یکی از راهاش بهتون گفتم مدیتیشن مداوم هست، یاد گرفتن طرز تنفس دوستان. اوکی
اگر که مایل هستین که من یک ویدیو بذارم در ارتباط با اینکه چجوری مدیتیشن کنین، طرز تنفستون چجوری باشه، خب اون رو به هم بگین. حرف از شفا میزنه، البته باید وقت داشته باشم انجام بدم، ولی که من خیلی چیزها رو قول میدم و وقت متاسفانه تنگ هست. و ببین، به سمت یک شفا داره میره و به سمت یک آرامش داره حرکت میکنه. تغییرات در زندگیش دارن به وجود میان، ولی با زمان دوستان، باز هم این زمان. اوکی، یوسف جون شما عزیزان دل داره کم کم تبدیل به زلیخا میشه و روی خودش داره کار میکنه یه مقداری. خب من همیشه بهتون میگم سر به سر یوسف نذارین. زلیخا یک بار سر به سر یوسف گذاشت تا قرنها بعد تو کتابهای آسمانی در موردش نوشتن، پس مواظب خودتون باشین. خب بریم ببینیم سر یه پیرن. خب بریم ببینیم اینجا شما روشنایی براتون افتاده، نور، خورشید، خوشحالی، خوشبختی و صحبت، مکالماتی داره به سمت شما میاد دوستان که شما را بی نهایت خوشحال خواهد کرد روی یک مسئله که برای شما سخت و بغرنج بوده. من حسی که دارم اینجا اینه که یک گرهی داره برای شما باز میشه، یک گره انرژی، یک بلوک سیاه انرژی داره از شما میره، خارج میشه دوستان. و بریم ببینیم کارتای برای اون شخص به چه صورت. تغییرات مثبت داره براش به وجود میاد، نظرشو داره تغییر میده دوستان، روی تعهد، روی ازدواج، روی خیلی چیزها داره تغییر میده، ولی برش خوب هستش. این مسئله بدی من براش نمیبینم دوستان، حتی روی بچه هاش. اوکی، اگه بچه داره، اگه فرزند داره دوستان. اوکی، خب حالا بریم ببینیم که کارتای بعدی رو با هم دیگه. کارت بعدی خب من از خدامه که این شخص به راه راست هدایت بشه، صراط مستقیم رو بگیره و بره جلو. خب بریم ببینیم کارت بعدی. خب شما دارم میبینم که کلن ایمان داریم، ایمان شما من اینجا دارم میبینم، اعتماد میکنم در این شرایط میگه که احتیاج داره که شما ایمان داشته باشین، پس ایمانتون دارم میبینم و این گشرایش ذهنت شما را حرف از ذهن میزنه، ولی خب به هر حال من تنها به اون چیزی که اون پایین نوشته اکتفا نمی کنم دوستان. ببینید این کارت رو نگاه کنید که مثل میمونه که شما هدایت شده هستین. ببینید عزیزان دل، مثل میمونه که شما هدایت شده، فرشته رو این بالا دارین میبینین. خب و بریم ببینیم که کارتای بعدی، دو تا کارت دیگه. اون شخص دارم میبینم که اونم داره حالش بهتر میشه، شرط خوبی داره برش به وجود میاد. و اینکه حالا حرف از شناخت میزنه، دوست داره که دوستان عزیز یک دوره خوبی در زندگیش به وجود بیاد، حاضر به خاطر این دوره خوب شناخت دیگری شما باشین یا شخص دیگری باشه. به هر حال حرف از مسائل احساسیش میزنه، حاضر هست الان چیکار کنه دوستان، زحمت بکشه براش، ولی پشتش مسائل مادیش هم هست دوستان. اوکی، حالا بریم ببینیم کارت دیگه از چه کارت استفاده کنم. از کارتای این، از این کارت استفاده میکنیم. بریم ببینیم چه خبر است از این کارت ها. خب این کارت ها خیلی دیر میریزم، بنابراین من یک یک توجه به صدای درون خودتون. ببینیم معنوی بودن شما رو دارم میبینم، خیلی خیلی اینجا درست میبینم ارتعاشات. ببینید یک سریاتون دوستان واقعا روی معنویت خودتون دارین کار میکنین، الان تمام ارتعاشات شاکرای خورشیدی شما درست هست، میزان هستش، ممکنه یک سریات دارین این تمیزکاری ها رو انجام میدین عزیزان دل. ببین کلن و اینکه دارم میبینم که بهتر با به قول معروف با این عالم هستی ارتعاشاتتون بهتر و قشنگتر در ارتباط هست، و اینکه دارم میبینم یک سری از مسائل رو توی خودتون حذف کردین، مسائلی که برای شما مشکل بودن، که ارتباطاتی که مشکل بودن و اونها رو دارم میبینم دفع میکنین. خب خیلی دو تا کارت معنوی اینجا افتاده عزیزان دل. باز هم من از اولم بهتون گفتم یک ابر سیاهی داره از زندگی شما خارج میشه دوستان، و اینکه دارم میبینم که دریافت کردن، ببین بدین و دریافت کنین. همیشه دوستان من دیشب داشتم به یک برنامه، یک مدیوم خیلی قوی فرانسوی هستش، این خانم شامان هستن،
و بهشون میگن شفا دهنده روح. داشتم گوش میدم به حرفاش و اینکه میگفتش که اگر که دیدین یک سریامون وقتی که کادو به امید نفر میکنیم ما لیاقتش رو نداریم و نمیپذیریم. میگفتش که یاد بگیرین دریافت کنین. خودش تعریف میکنه که زمانی که مردم مثلا اون میگه من کاری بعد دیگران میکردم مثلا تشکری ازم نمیشد و اینا عادت کرده بودم که دریافت نکنم بیمار شد. برای چی من به تو میگم مثلا لایک کنیم؟ خب کارما داره این مسائل، کارما داره واقعا، چون من اعتقاد دارم دوستان عزیز. پس بنابراین یاد بگیرین دریافت کنین. اگر شما از انسان دریافت نکنین، کائنات هم به شما چیزی نخواهد داد. ببین زندگیتون داره به سمت یک مسئله بسیار زیبا نورانی داره حرکت میکنه. خب این شاکرای تاجی هست، این شاکرای گلوی شما هست، این شاکرای قلب شما هست و این شاکرای خورشیدی شما هست که دارن با هم دیگه کار میکنن. خب بریم ببینیم که کارت بعدی، اونم خیلی فکر میکنه، تصمیماتی رو میخواد بگیره. تصمیم میگیرم که حال من بهتر باشه، تصمیم میگیرم که زندگی زیباتری رو شاید داشته باشم. و باز هم چشم سومش یه بار اینجا افتاد و یه بار اینجا، واقعا چند تا خریده و ریخته توش. و اینکه دارم میبینم که تصمیماتی رو داره میگیره، چاکرای قلبش این پشت افتاد در مورد مسائل زندگی احساسیش. خب یه مقدار گم و گیج هست ولی مسائل دارم میبینم که داره کم کم بهش الهام حتی میشن دوستان. ولی همین هستش، پیام هایی رو که دریافت میکنه، چون آدم آنچنان معنوی نیستش باور نمیکنه و فکر میکنه یه جاهای شیطون داره گولش میزنه. اوکی حالا بریم ببینیم که کارت های بعدی رو از کارت های از این کارت ها استفاده میکنم، چون خیلی معنوی افتادم من. بعد از این کارت ها از کارت های درایت استفاده میکنم برای شما. حضرت نوح تصمیم گرفته دونه دونه خانوادهشو بندازه دور. اوکی؟ تو آب. خب ببینین دوستان، نشتی های انرژی خودتون رو پیدا کردین. کجای زندگی شما نشتی های انرژی داره؟ کجای زندگی شما دوستان دارم میبینم که خود شما ممکن است دراکولای زندگی خودتون بودین و خود شما خودتون رو در یک مخمصه روح خودتون رو زندانی کرده بودین. خب بخاطر فقط به خاطر مسائل احساسی، فقط به خاطر دیگری. و بعد از این چه چیزی هست؟ این کارت زیبا هست که حرف از هماهنگی میزنه. حالا من بعداً در ارتباط با شما میگم ماها رو، اون شخص دارم میبینم که در یک حالت جنگ با خودش هست. این بیشتر جنگ با خودش هستش دوستان، با خودش میجنگه. دیدیم که همیشه بله جنگ با خودش هستش، میخواد خودش باشه، نقش بازی نکنه، میخواد بره از این حالت از یک جمعی دوستان توجه کنین و اینجا رها کنه آنچه که دیگه به دردش نمیخوره. یک جنگ درونی در داره و این ببینید همیشه زایمان بدون درد نیست، هرچند که حالا دیگه داروهای بیهوشی هستن. مثل اینکه میمونه که داره متولد میشه، یه چیزایی داره دستش میاد عزیزان. خب من کارت ها رو براتون معنا میکنم دوستان، اینجا برای شما نه معنا میکنم، برای شما میگم، ماها رو بهتون میگم. در مورد شما فروردین، اینجا آبان، اردیبهشت، مهر، اینجا مرداد، فروردین، مرداد، خرداد. اوکی؟ این ماها ممکنه با شما حرف بزنن، ممکنه که با شما حرف نزنن دوستان عزیز. اوکی؟ اینجا من دو بار فروردین میبینم، دو تا ماها، و دو بار مرداد میبینم. ممکنه با شما حرف بزنن، ممکنه باتون حرف نزنن. من اینو میگم ممکن هستش که برای یک سری ها معنادار باشه. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. من پپم از این کارت های گفتم درایت استفاده میکنم، درایت بعد از این استفاده میکنم. بریم ببینیم که این کارت ها بهتون چی میگن. اوکی
ببین دوستان، من احساس میکنم واقعا دیگه نمیخوان یک مسئله باشه توی زندگیتون که اینجوری مثل قاصدک فانی باشه، بلکه ببینید این سگ مهربان رو میبینید وفاداری در زندگیتون باشه، که نمیخوام دل شکسته رو نمیخوام. کی دلش میخواد دوستان؟ من خیلی این فال امروز و فال معنوی دارم میبینم، خیلی معنوی، هم شما هم اون شخص. ببینید این شخص، ببینید یک شخصی در کنارش هست که انرژی های منفی زیاد داره و در کنارش که یه چیزهایی رو داره بهش میگه، دروغهایی رو داره بهش میگه و اینکه حالا نمیدونم در چه ارتباطی هستش، که دارم میبینم که خودش هم میدونه یه مسئله و داره روی خودش کار میکنه. ببینید دوستی که حرفای درستی بهش نمیزنه، اوکی، ممکن هم هستش که دور و برش شخصی هست، دوستی هست، دوستان عزیز که نسبت بهش چشم داره، اون دوست نسبت به این شخص چشم بره که آدم درستی من نمیبینم. ولی خب کسی ازش که انرژی منفی زیادی رو توی زندگیش میاره، ولی با همه این احوال یک به قول معروف یک گرمایی هم وجود داره، یه چیزای دیگر هم داره میاره، تنها این انرژی اشتباه و نمیدونم پشت سر حرف زدن و فلان و فلان نیستش. خب حالا بریم ببینیم کارتای درایت بهتون چی میگه. آه یک دو تا کارت، نه این دو تا کارت رو میذارم سر جاش، بریم ببینیم کارتای دیگه بهتون چی میگه. خب این کارت حرف از پیام در یک بطری و خیلی وقت هستش این دعاهایی رو داشتن دوستان که دعا کردیم و اینجا من دارم میبینم که دعاهای شما مستجاب دارن میشن و اینکه برگشت عدالت باز هم در زندگی شما، یک مسئله داره رسمی میشه برای شما، یه عدالتی داره برقرار میشه. من خیلی خوشحالم و خوشحال ببینید من میگم من خیلی خوشحالم، این پشت در میاد خوشحال خوشبخت. و کارت بعدی نقاب. بله، به نظر من این شخص نقاب برمیداره از این دوستی که فقط یک دوست سطحی هست، یک دوستی هستش که دروغ میگه و کارهایی رو میکنه که نباید، با اینکه ظاهر خوبی داره و نقاب ازش برداشته بشه و تصمیمش بر این هستش که اینجا و الانو زندگی کنه. من خیلی خوشحالم، مثلا دیگه خندم نیومد. یوسف شما تبدیل به یوسف شد واقعا. ببینیم که کارتای، بله ببینیم شما خودتون چه پیامی دارین اینجا. خیلی کارتا از هم دیگه دور شدن. پیامی که برای شما هست اینجا چیه؟ دو سه تا کارت افتاد. میگه که میخوام باهات حرف بزنم، این کارو انجام نمیدم، میخوام این که این تو باشی که این کارو انجام بدی. میگه من دوستت دارم، برای همیشه عشق من و من میدونم اون شخص تو هستی. میگه که من احساس تنهایی میکنم و من نمیتونم جلوی گریه خودم رو بگیرم، ولی پشت کارت ها خوشحال خوشبخت بسن. چرا این کارت زیادی افتاد؟ اینو اینجا میزنم. شما هدفمند هستین و اینکه در ارتباط با شخص مورد نظرتون، دوستان عزیز، دارم میبینم که اگر که شخص این شخص هستش کاری نمی‌کنیم، بلکه همه هر کاری رو که باید از اصلا برمی‌اومده انجام دادم، دیگه کاری ندارم انجام بدم. مگه آدم دیوانه است که وقتی که همه کارها رو انجام داد دو مرتبه بیام خودمو دو مرتبه بیام همونا رو از اول انجام بدم؟ پس دیگه کاری ندارین انجام بدین، به سکوت اون یکی احترام بذاریم، به فاصله‌اش احترام بذاریم، بذارین دیگران قدم بردارن به سمت شما، دادن و دریافت کردن. این در حالی هستش که دارم میبینم که یک سریاتون این گونه هستین دوستان، یک سریاتون نه، دو دسته هستن، گریه برین گریه و زاری، یه جعبه دستمال کاغذی باید دستشون بدین. من بدون تو بدبخت و بیچاره هستم و نمیتونم جلوی گریه هم بگیرم و همچون افرادی واقعا تا زمانی که خودشون رو پر نکنن، میدونم مسائل احساسی خیلی مشکل هست، خیلی حاد هستش، ولی باید خودتون رو پر کنین. اوکی؟ بریم ببینیم اینجا چه خبره. خب میگه که من کاملا میدرخشم
نه ببخشید من کاملا تو کاملا در چشم من میدرخشی و من تو رو عالی میبینم و میخواد با تون حرف بزنه. پس بنابراین احتمال اینکه این شخص با شما تماس بگیره دوستان خیلی زیاد هستش. ولی پشت کارفا توجه کنید، اینجا پسنکشو در آورده، تو گردنش انداخته، یعنی فکر نکنید اون اومده در راه تغییر هستش دوستان، ولی تغییر من بهتون بگم 360 درجه ای نکرده، در راه تغییر هستش. هیچ کدوم تغییر نمیکنیم، بهتر میشیم یا بدتر میشیم، خب این میشه خودش تغییری، ولی اون حسی درون ما تغییر نمیکنه، همون چیزی که هست. و پیام شخص مورد نظر شما، ببینیم چی بهتون میگه. میگه من احساس تنهایی میکنم و اینکه شما میگین و اینکه دور برم آدم هست و این مسئله باعث درد و آزار من هستش و مجبور هستم روی خودم کار کنم و اینکه میخوام خوشحال و خوشبخت باشم و میخوام با تو باشم. اون ببینیم چی میگه. اون بهتون میگه که من عاشق تو هستم، احساسات من عمیق هستن و صادق و من میدونم که عاشق، من واقعا عاشق تو هستم و اینکه نمیخوام که تو به اون شک داشته باشی، ولی اینکه من مشکل دارم برای بیان احساساتم و رفتار من همیشه اونو نشون نمیده. دوستان عزیز این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میپوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش عزیزان دل و تا فایل دیگه، خدا نگه.